بسم الله الرحمن الرحیم. وقت عزیزان بخیر. میخوایم یه چند تا تمرینی که از کتاب مونده در مورد معادلات درجه دو حل بکنیم و انشالله بریم سراغ معادلاتی که دارای عبارتهای گویا هست، ببینیم اونا رو به چه شکلی باید حل بکنیم. تمرین 3 صفحه 32 کتابتون گفته که اگر یکی از جوابهای این معادله که یه پارامتری داره به نام A برای ما مخفیش کرده، یعنی الان این ضریب X معادله رو ما نمیدونیم چیه، گفته یکی از جوابهای این معادله برابر منفی 4 باشه، یعنی X ما یکی از جوابهامون X شماره 1مون منفی 4. گفته که جواب دیگر این معادله چیه؟ خب ما باید اول A رو پیدا کنیم چیه؟ بعد معادله درجه دومونو حل کنیم، اون یکی ریشه شو پیدا کنیم. خب معادله ما الان دو تا مجهول داره، ایکس رو که داریم، خود سوال گفته یکی از جواباش منفی 4ه، به جای ایکس برمیداریم منفی 4 جایگزین میکنیم. ببینید دوستان، مینویسیم 2 ضرب در ایکس به توان 2، به جای ایکس میذارم منفی 4. منهای A ضرب در X دوباره میذاریم منفی 4، به علاوه 28 مساوی 0. خب این معادلهی که دو مجهولی بود الان یک مجهولی بر حسب A، با حل کردن این معادله مقدار A رو به دست میاریم. منفی 4 به توان 2 میشه مثبت 16، ضرب در 2 میشه 32. منفی A ضرب در منفی 4 میشه مثبت 4A به علاوه 28 مساوی 0. 4A و این طرف معادله نگه میدارم، 32 و 28 میشه 60، مجموع 32 و 28 میشه 60. 60 رو از این ور معادله میبریم اون طرف معادله، میشه منفی 60. خب 4A شده منفی 60. دو طرف معادله رو به عدد 4 تقسیم میکنیم، A مساوی با منفی 15. منفی 60 تقسیم بر 4 میشه منفی 15. باز دارم میگم منفی 60 از کجا اومد، این دوتا رو جمع کردیم یه دفعه بردیم اون طرف معادله، پس A شد منفی 15. خب ما میایم معادله درجه دومونو مینویسیم، 2x به توان 2 منهای A منفی 15 منهای منفی 15، ببینید میشه مثبت 15، x به علاوه 28 مساوی 0. یعنی توی این معادله اومدم A رو چی قرار دادم؟ منفی 15. منفی منفی 15 یعنی قرینه منفی 15 میشه مثبت 15. خب این معادله درجه 2 الان به راحتی حل میشه و ریشه های معادله یکیش میدونیم منفی 4، اون یکی هم میتونیم به دست بیاریم. توی بعضی از سوالا میگن مقدار A رو به دست بیارید، بعضی سوالا میگن اون یکی ریشه رو هم به دست بیارید، که اینجا اون یکی ریشه رو اما خواسته. پس ما با این کار A رو پیدا کردیم، A رو جایگزین میکنیم، حالا میخوایم بریم ریشه دوم رو به دست بیاریم. خب دلتای معادله حتما باید مثبت بشه که دو تا ریشه داشته باشه. دلتا B به توان 2 یعنی میشه 15 به توان 2 منهای 4 ضرب در A ضرب در C، 2 ضرب در 28. 15 به توان 2 میشه 225 منهای 8 و ضرب 4 دو تا میشه 8 تا، 8 ضرب در 28 میکنیم 8 8 تا 64 تا، 8 دو تا 16 به 224 مساوی 1. پس این سه تا عدد رو در هم ضرب کردیم شد 224. 225 منهای 224 میشه 1، دلتامون شد 1. حالا ریشه های معادله X1مون و X2مون رو پیدا میکنیم. منفی B، اینا رو دیگه خیلی کار کردیم،
یعنی میشه منفی 15 به اضافه رادیکال 1 تقسیم بر 2 آ. آمون 2 دیگه. یکی هم میشه چی؟ منفی 15 منهای رادیکال 1 تقسیم بر 2 آ. یا میتونستیم مثبت منفی رو کنار هم بذاریم بعداً جداشون کنیم. خب منفی 15 با 1 میشه منفی 14. اینم که میشه 4 سادهش میکنیم میشه منفی 7 دوم یا منفی 3 و نیم، فرق نداره. این قاعدتا باید بشه منفی 4 چون یکی ریشه ها رو داده بود امتحان میکنیم. این که میشه 1 منفی 15 با منفی 1 میشه منفی 16 تقسیم بر 4 میشه منفی 4. اینو داشتیم. اون یکی ریشه ای که دنبالش بودیم میشه چی؟ منفی 7 دوم. خب میتونیم اینو شماره 2 بذاریم، اینو شماره 1. ایکس شماره 1 رو داده بود به ما دیگه. پس یه ریشمون منفی 4 شد، یه ریشمون که دنبالش بودیم جواب سوال میشه منفی 7 دوم. دوستان بریم سراغ سوال 4 صفحه 32. صورت مسئله به ما گفته که مساحت این مستطیل با مساحت این مثلث برابره، شما اندازه طول و عرض مستطیل رو برای ما به دست بیارید. خب خیلی راحت همون چیزی که سوال گفته ما میاریمش روی بردمون. گفته که مساحت مستطیل با مساحت مثلث برابره. مساحت مستطیل چی بود؟ طول ضرب در عرض. یعنی 3x به علاوه 2 ضرب در x به علاوه 1. این میشه مساحت مستطیل. صورت مسئله گفته این مساویه با مساحت مثلث. مساحت مثلث چی بود؟ قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. خب چه کار میکنیم؟ میگیم که 2x ضرب در 3x به علاوه 6 تقسیم بر 2. خب بین عدد و پرانتز یا جمله و پرانتز علامت نیست، ضربه. میتونید بذارید میتونید نذارید. خب دوستان ببینید، من این 2 رو میتونم با این 2 ساده کنم، چون این 2 ضرب در x، ضرب در این پرانتز بینشون ضربه. من میتونم 2 رو با 2 ساده کنم. خب از شر 2 راحت شدیم. ضرب دو جمله ای در دو جمله ایه. اول 3x رو تو این پرانتز پخش میکنم، میشه 3x ضرب در x میشه 3x به توان 2. 3x ضرب در 1 میشه مثبت 3x. حالا عدد 2 رو میام در پرانتز دوم پخش میکنم، 2 ضرب در x میشه 2x، 2 ضرب در 1 میشه 2، مساویه با حالا این طرف فقط یه x مونده، x رو پخش میکنیم، x ضرب در 3x میشه 3x به توان 2، x ضرب در 6 میشه 6x. خب تا اینجا اینو داشته باشید دوستان، از دو طرف معادله من میتونم 3x2 رو حذف کنم. چرا؟ به دو حالت میشه گفت. الان توی دو تا کف دست من دو تا ماژیک هم اندازه است، میتونیم اینو ورداریم اینم ورداریم، باز تعادل ترازو حفظ شده. پس از دو طرف ترازو 3x به توان 2 رو ورداشتیم. نخواستید یه کار دیگه کنیم، 3x به توان 2 رو بیارید این طرف معادله، میشه منفی. منفی 3x2 با مثبت 3x2 ساده میشه دیگه. خب حالا x ها رو میاریم این طرف. ببینید دوستان 6x میاد این ور میشه منفی 6x. این 3x و 2x هم میشه 5x. این 2 هم میره اون ور معادله میشه منفی 2. خوب دقت کنید، پس معادله ما یه معادله درجه 2 نشد، معادله درجه 1 شد. خب حالا منفی 6x با منفی 5x میشه منفی 1x، شد منفی 2. x میشه چی؟ منفی 2 تقسیم بر منفی 1 که میشه مثبت 2. پس x ما شد 2. میایم سراغ
طول عرض مستطیل. گفته طول عرض مستطیل رو پیدا کنید. به جای x ما برمیداریم دو میذاریم. 3 ضرب در 2 به علاوه 2. 3 دو تا 6 تا به علاوه 2 تا میشه 8 تا. پس طول مستطیل میشه 8 واحد. عرضش به جای x میذاریم 2 به علاوه 1 میشه چند؟ 3. پس عرض مستطیل شد چی؟ 3. حالا اگه بخوایم ابعاد مثلثمون زلاشو پیدا کنیم این کارم میتونیم بکنیم. 2 ضرب در 2 میشه 4. 3 دو تا 6 به علاوه 6 میشه 12. ببینیم چیزی که سوال گفته بود درست میشه یا نه. از ما نخواسته، فقط اندازه طول عرض مستطیل رو میخواست که به دست آوردیم. اما میخوام ببینیم درست در میاد یا نه. مساحت این مستطیل طول ضرب در عرض میشه 24. تموش. مساحت این 4 ضرب در 12 تقسیم بر 2، ببینیم درست در میاد. 4 ضرب در 12 تقسیم بر 2 میشه 24. پس مساحت اینم شد 24. پس متوجه میشیم که سوالو درست حل کردیم و اندازه‌ای که در آوردیم درسته. خب آخرین سوالی که الان برای صفحه 32 رو حل میکنیم سوال 5. خوب دقت کنید دوستان. کدام یکی از معادله های زیر به ازای هر مقدار A، یعنی هر عددی دوست داری جای A بردار بیار جایگزین کن، همواره دارای جوابهای حقیقی است. برمیگردیم به درس‌های قبلی، گفتیم اگر دلتا بزرگتر از صفر باشه دو تا ریشه حقیقی داره، دلتا مساوی صفر باشه یه ریشه مضاعف داره و دلتا کوچکتر از صفر باشه ریشه نداره. پس گفته که به ازای هر مقداره داره جوابهای حقیقی باشه. حالا یه دونه جواب دو تا جواب فرق نمی کنه. پس از این دوتا نتیجه می گیریم اگر دلتا بزرگتر یا مساوی صفر باشه حداقل یه جواب داره. حالا یا صفر باشه یه جواب داره، بیشتر از صفر باشه مثبت باشه بیشتر داره، دو تا جواب داره. پس یا اصلا نداره یه دونه جواب، دو تا جواب. حالا این گفته به ازای هر مقدار A همواره داره جوابهای حقیقی است. خب ما دلتای معادله رو به دست میاریم. الان دلتای این معادله چی میشه؟ B به توان 2، یعنی ضریب X به توان 2 که میشه A به توان 2، منهای 4 A ضرب در C. ایمون چنده؟ ضریب x رو اینجا نداریم، در واقع یکه. پس این ایمونه، اینم چیه؟ سیمونه. اینم همون بیه معادلمونه که حالا اینجا با حرف ای نشونش داده. پس میگیم یکه ضرب در منفی یک. پس این دلتامون ب به توان 2 منهای 4 آسه. خب اینو سادهش میکنیم میشه آ به توان 2 به علاوه 4. خب دوستان ببینید منفی در منفی مثبت، 4 هم ضرب در 1 بشه میشه 4. پس شد آ به توان 2 به علاوه 4. شرط این که همواره جواب حقیقی داشته باشه بعد دلتا بزرگتر مساوی صفر باشه. پس الان همینو مینویسیم، میگیم دلتامون بعد بزرگتر مساوی صفر باشه. پس در نتیجه آ به توان 2 به علاوه 4 که در آوردیم باید بزرگتر یا مساوی صفر باشه. خب حالا اینو میخوایم حلش کنیم، درسته؟ پس آ به توان 2 به علاوه 4 باید بزرگتر یا مساوی صفر باشه. خب دوستان این عبارت آیا همیشه بزرگتر از صفر هست یا نه؟ ببینیم این آب توان 2 هر عددی جای آب زاریم وقتی به توان 2 میرسه چه آ منفی باشه چه مثبت میشه یه عدد مثبت دیگه، نهایتش اگه صفر بذاریم میشه صفر. خب این عدد نامنفیه،
نامنفی یعنی صفر میتونه باشه، مثبت هم میتونه باشه. خب این عدد نامنفی با عدد 4 جمع بشه جوابش میشه یه عدد مثبت. پس دوستان این عبارت همواره بزرگتر از صفر اما مساوی صفر نمیتونه باشه. پس این عبارت ما همواره مثبته. پس هر مقداری که آ باشه فرقی نمیکنه. دلتای ما آ به توان 2 به علاوه 4 همیشه چیه؟ مثبته. هر عددی. حالا من امتحان میکنم. مثلا صفر میذاریم به جای آ. صفر به توان 2 به علاوه 4 میشه 4، خب این مثبت. منفی میذاریم. اصلا منفی 4 بذاریم. منفی 4 به توان 2 برسه میشه مثبت 16. به علاوه 4 بشه میشه 20، بازم مثبته. شما هر عددی دوست دارید جای A بذارید، مثبت، منفی، صفر، فرق نمیکنه. این عبارت همواره مثبته. پس به A ربطی نداره. A هر چی میخواد باشه این میشه مثبت. پس به ازای جمعی مقادیر A هر مقداری جای A بذاریم، این معادله دو تا ریشه حقیقی داره یا یه ریشه هم میتونه داشته باشه. 100% ریشه حقیقی داره. اما بیایم سراغ اینو بررسی کنیم. خب دوستان ببینید، من اینجا رو خلوت کنم، اینو دلتاشو به دست میاریم. دلتا این ضریب ایکس بیمونه، این ایمونه، این خود ایم که در واقع سیمونه. خب میگیم دلتا برابر است با بی به توان 2 یعنی منفی 1 به توان 2 منهای 4 ضرب در ای ضرب در سی. 1 سیمونم که اینجا پارامتر ای رو داده. خب این دلتا رو حساب میکنم مساویه با منفی 1 به توان 2 میشه مثبت 1. یه دونه منفی داریم میشه منفی 4، یکی 4 تا ضرب داریم میشه منفی 4 ای. نگاه میکنیم میبینیم که این با اون قبلیه متفاوته. این همواره یه عدد مثبت میشه. هر چی گفتیم جای ای بذاریم میشه مثبت. دلتا که مثبت شد پس دو تا ریشه رو داره. اما این بستگی داره. من چند تا عدد امتحان میکنم. اگر ای رو 1 بذارم، 1 منهای 4 ضرب در 1 میشه 1 منهای 4 میشه منفی 3، دلتا منفی میشه. پس اگر ای ما 1 باشه دلتا منفی میشه، اصلا معادله درجه 2 ما ریشه نداره. ای رو 0 بذارم، 1 منهای 4 ضرب در 0 میشه 1، 4 0 تا میشه 0، این 1 میمونه، دلتا شد 1، دلتا مثبته. پس اینجا که منفیه ریشه نداره، ولی اینجا مثبت شد ریشه داره، دو تا ریشه حقیقی داره. پس بستگی به ای داره به ازای بعضی از مقادیر. مثلا شما ای رو اینجا چند گذاشتیم؟ 1 گذاشتیم. اینجا ای رو چند گذاشتیم؟ 0. ای رو شما بیاید 2 بذارید، 1 منهای 4 ضرب در 2 میشه 1 منهای 8 میشه منفی 7، کوچکتر از 0. دلتا منفی باشه که ریشه نداره. پس سوال گفته کدوم یکی از این معادله ها؟ میگیم گزینه الف. دو تا بود دیگه، الف و ب، الف میشه. این به ازای جمعی مقادیر ای همیشه دلتاش مثبته، ولی این بستگی به ای دارد. ای ببینیم چه عددی باشه که مثبت بشه منفی بشه. نمیشه کلی گفت که به ازای تمام مقادیر ای این معادله ریشه داره. پس اینو نمیتونیم بگیم، ولی تو این میتونیم بگیم. دوستان ببینید، آخرین بخش فصل 1تون مربوط به معادله هایی که شامل عبارت های گویا هستن هست.
مثلا این معادله رو ما میخواییم حل کنیم، میبینیم عبارتهای گویا توش هست، اینا رو چجور حل کنیم؟ این معادلات آخرش یا به منجر به این معادله درجه یک میشه یا درجه دو میشه که باید حلش کنیم، یا درجه های بالاتر هم میتونه باشه. من قبل از اینکه اینو بگم چند تا نکته رو میام این گوشه براتون میگم، خوب دقت کنید عزیزان که یاد بگیرید. بچه ها ما میخواییم بین یک دوم و یک سوم مخرج مشترک بگیریم. مخرج مشترک میشد کممیم یا ضرب دو سه که میشد شیش. حالا تو دوره ابتدایی دو تا خط کسی میکشیدید شیش میذاشتید، میتونید یه خط کسی بذارید، فرقی نمی کنه. این خیلی خیلی مهمه، یعنی اگر این مفهوم رو یاد بگیرید اینا هم حلش براتون راحت میشه. خب میگفتیم این ضرب در سه شده شده شیش، اینم ضرب در سه میکردیم، این ضرب در دو شده، اینم ضرب در دو میکنیم، میشد پنج ششم. خب اینجا هم همین کار رو میکردیم، یک دوم به علاوه یک سوم، به جای یک دوم یک کسری مساویش میگفتیم که مخرج شیش بشه. خب اینو وقتی ضرب در سه میکردیم، اینا رو دیگه یاد گرفتید، سه ششم با یک دوم هیچ فرقی نداره. مخرج رو در هر عددی ضرب میکردید، صورت هم در همون عدد ضرب میکردید. یا این سه ضرب در دو شده شده شیش، یک هم ضرب در دو میکنیم میشه دو، باز همون میشه سه شیشم به علاوه دو شیشم، صورت ها رو جمع میکردیم میشد پنج شیشم. پس عزیزان توی حل این معادلات هم باید از همین اصولی که برای کسرهای متعارفی استفاده میکردیم استفاده کنیم. چه کار میکنم من بچه ها؟ خوب دقت کنید، این دو رو از این بر معادله میارم این بر، مینویسم ده به روی ایکس منهای سه منهای پنج در ایکس منهای یک به روی ایکس منهای سه منهای دو مساوی صفر. هیچی اونور نمون دیگه. خب خوب دقت کنید، الان مخرج دو یکه، با اینا یکی نیست، میخواییم مخرج مشترک بگیریم. این دوتا رو خودشو مینویسم بچه ها، ایکس منهای سه منهای اینم ایکس منهای سه پنج در ایکس منهای یک منهای، اینجا من میذارم ایکس منهای سه، میخوام مخرج اینم بشه ایکس منهای سه. خب این یک من با قرمز بنویسم، مخرجمون یک بوده، یک رو در چی ضرب کردم؟ ایکس منهای سه. پس صورت کسرم هم این مساوی صفر رو بیارم جلوتر، پس صورت کسرمونم باید در ایکس منهای سه ضرب کنیم. در واقع بچه ها این ایکس منهای سه با ایکس منهای سه بره، یعنی در هیچ چیز ضرب نشده، با هم ساده بشن ضرب در یک شده که یک تو ضرب خونساست. پس من با این ترفند صورت و مخرج اینو در ایکس منهای سه ضرب میکنم، همین کاری که اینجا انجام میدادیم. خب چی میشه؟ میشه دو در ایکس منهای سه به روی ایکس منهای سه. خب با این کارم سه تا کس دارم که مخرجاش با هم برابره، مساوی صفر. خب ما میتونستیم گفتیم به جای اینکه دو تا خط کسری بذاریم دو تا مخرج بنویسیم، یه دونه بنویسیم. مخرجا با هم برابره، یکی هم مخرجا رو مینویسم، صورت ها رو با هم جمع و تفریق میکنیم، همین کاری که اینجا میکردیم. ببینید جمع بود جمع میکنیم، تفریق بود تفریق میکردیم. پس مینویسم ده منهای پنج در ایکس منهای یک، این منها میاد برای این منهای دو در ایکس منهای سه مساوی چی؟ صفر. من اینا رو حالا اینجوری مرتب نوشتم، مرحله مرحله رفتم، بعدن یادتون میدیم که سرعت بیشتری به کار بدید. پس عزیزان ما از قوانینی که تو کسرا از دوره ابتدایی تا متوسطه یک یاد گرفتیم داریم کمک میگیریم. حالا من اینو میام اینجا مینویسم،
مخرجمون که x منهای 3 خودشو می‌نویسم، در رو خودشو می‌نویسم، منفی 5 و منفی 5 در این پرانتز پخش می‌کنم، ضرب می‌کنم، میشه منفی 5 x منفی در منفی مثبت 5 یکی 5، منفی 2 رم تو این پرانتز پخش می‌کنم. یادتون نره که اینجا میخواد ضرب کنید تو پرانتز بذارید، چون دارید در عبارت x منهای 3 ضرب میکنید. خب حالا خوب دقت کنید، من منفی 2 رو پخش کنم میشه منفی 2x، منفی در منفی مثبت 2 تا مثبت 6 مساوی 0. خب آیا صورت کسر قابل ساده شدن هست یا نه؟ چه کارش کنیم؟ این سیم پیچید دور ما، مجبوریم این کار رو. خب اینو چه کارش میکنیم؟ سادهش میکنیم. منفی 5x با منفی 2x میشه منفی 7x، مثبت 10 با 5 میشه 15، با 6 میشه 21 مساوی 0. خب دوستان نگاه کنید، ساده کردم. ساده کردن عبارت جبری رو که چند ساله، 4 ساله دارید میخونید. عددها رو با هم ساده کردم، ایکس ها رو با هم ساده کردم، شد منفی 7x به علاوه 21. مخرجم خودش رو نوشتم. خب یه نکته مهم بچه ها، چه زمانی یک کسر میشه صفر؟ زمانی که صورت کسر صفر باشه. صفر پنجم یعنی صفر، صفر دوم یعنی صفر، صفر دوم یعنی یه سیب و دو قسمت کنیم هیچیشو بر نداریم میشه صفر. پس زمانی یک کسر میشه صفر که صورتش بشه صفر. پس زمانی یک کسر میشه صفر که صورتش بشه صفر. این نکته. خب اینا رو من پاک کنم که با این سوال قاطی نکنید. پس این کسر زمانی میشه صفر، کاری به مخرجش نداریم، که صورتش بشه صفر. البته کار به مخرجش آخر داریم، میگم بهتون کجا. پس از این نتیجه میگیریم که منفی 7x به علاوه 21 بعد بشه صفر. یعنی چی؟ یعنی صورت کسر بعد بشه صفر. خب یه معادله درجه 1 شد، اینو راحت حلش میکنیم. عدد ها یه طرف، ایکس ها یه طرف، معادله را حل میکنیم. 21 میره اونور میشه منفی 21، دو طرف رو به منفی 7 تقسیم میکنیم، ایکس میشه مثبت 3. حالا خوب دقت کنید، آیا ما هر جوابی در آوردیم مورد قبول ماست، مورد پسند ماست؟ بعد بررسی کنیم. اگر من ایکس رو بذارم 3 تو مخرج کسر، 3 منهای 3 میشه 0، مخرجمون هم میشه 0. پس تعریف نشده است، به هیچ عنوان مخرج کسر نباید 0 بشه. پارسالم دامنه عبارت ها رو پیدا میکردید، میگفتید میریم دنبال اعدادی که آر، اعدادی که فقط مخرج و صفر نکنه، میشد دامنه عبارتمون. الان چه عددی مخرج و صفر میکنه؟ عدد 3. پس تمام اعداد رو تو مخرج میتونیم به داشته باشیم غیر از خود 3. x هر عددی میتونه باشه به غیر از 3. پس الان جواب 3 که در آوردیم قابل قبول نیست، میگیم غیر قابل قبول، یعنی این معادله جواب نداره. اگه جواب داشت باید جوابی بود که مخرج کسر ما رو صفر نمی‌کرد. پس حواستون به این آخر کار باشه، همیشه جوابی که در میارید بیارید به امتحان کنید ببینید مخرج کسر رو صفر می‌کنه یا نمی‌کنه. پس الان این معادله جواب نداشت. به مثال دوم توجه کنید دوستان، x منهای 2 به روی x منهای 5 یه عبارت به علاوه x منهای 1 به روی x به علاوه 4 مساویه x به توان 2 منهای 6 x به علاوه 5 به روی ضرب این دوتا عبارت، یعنی x منهای 5 در x به علاوه 6. گفتیم همه عبارت ها رو جمع میکنیم سمت چپ معادله. همین کار رو من میکنم،
x منهای 2 به روی x منهای 5 به علاوه x منهای 1 به روی x به علاوه 4 منهای x منهای 5 در x به علاوه 4 به اینم صورتش. خب مساویه اون ور معادله چی نمیمونه؟ چی میذاریم؟ صفر. خب این معادله رو میخوایم حلش کنیم بچه، باید مخرج مشترک بگیریم. مخرج مشترکمون اگه اینا رو هم تو پرانتز بذارید اشکال داره؟ شبیه اینا بشه. یعنی ضرب این دوتا میشه همین، یعنی مخرجمون همین میشه. این اون دو سه ای که مخرجمون بود شد ضربشون مخرج مشترک، اینجا هم همینه. یعنی مخرج مشترک ما این میشه، میشه x منهای 5 در x به علاوه 4 به اضافه این چی میشه؟ دوباره مخرجش باید بشه x منهای 5 در x به علاوه 4 منهای x منهای 5 در x به علاوه 4 مساوی 0. خب حالا دوستان دقت کنید، من بالاشو با یه رنگ دیگه بنویسم. این کسر میخواد بشه این، مخرجش x منهای 5 بود، باید در چی ضرب بشه که این بشه؟ در x به علاوه 4. پس وقتی اینو دارم در x به علاوه 4 ضرب میکنم، صورتش هم باید در x به علاوه 4 چکار کنم؟ ضرب کنم. پس میشه x منهای 2 در x به علاوه 4. همین کسری که داشتیم صورت و مخرجش در x به علاوه 4 ضرب شد، عین همون جمع کسرهایی که اول براتون توضیح دادم. این مخرجش x به علاوه 4 میخواد بشه این، در چی باید ضرب شه؟ x منهای 5. پس هم صورت هم مخرج بعد در x منهای 5 ضرب شه. پس صورتش میشه x منهای 1 در x منهای 5. این مخرجش تکون نخورده خودشه، پس صورتش هم دست پشته میزنیم. x به توان 2 منهای 6 x به علاوه 5 خودشو مینویسیم. حالا دوستان دقت کنید چقدر کار راحت میشه. مخرجا همه با هم برابره، مخرجا همه با هم برابره. یکی از مخرجا رو مینویسم، مینویسم x منهای 5 در x به علاوه 4. قبلا گفتیم وقتی مخرج این همه، به جای سه تا خط کسری میتونیم یه خط کسری بزرگ بذاریم. حالا صورت‌ها رو با هم جمع و تفریق میکنیم. خوب دقت کنید، این میشه چی؟ x منهای 2 در x به علاوه 4 به اضافه x منهای 1 در x منهای 5 منهای، اینجاش خیلی مهمه، اینو باید تو پرانتز بذارید چون منهای این عبارت میخواد بکنید. x به توان 2 منهای 6 x به علاوه 5 مساویه 0. حالا خوب دقت کنید، به ظاهرش که پیچیده است و شلوغه نگاه نکنید، با یه خورده صبر و تحمل راحت میتونید این معادله رو حل کنید. دوستان اینجا اتحاد یک جمله مشترکه، با کمک اتحاد یک جمله مشترک به دست میریم. اتحادم نبود ضرب میکنیم، ضرب دو جمله ای در دو جمله ای راحت به دست میریم. خب جواب این چی میشه؟ من اینجا مینویسم، بگید میشه جمله مشترک به توان 2 میشه x به توان 2. غیر مشترک ها رو جمع میکردیم، منفی 2 با مثبت 4 میشه مثبت 2، در مشترک ضرب میکنیم پس میشد مثبت 2x. آخرم غیر مشترک ها رو در هم ضرب میکردیم که میشد منفی 8. این از این. چون جمع توی علامت تاثیر نداره دیگه بقیه رو هم خودشو مینویسم. جمله مشترکه میشه جمله مشترک به توان 2،
غیر مشترک ها رو جمع میکنم میشه منفی 6 ضرب در x. غیر مشترک ها رو در هم ضرب میکنم میشه مثبت 5. حالا رسیدیم به منهای این عبارت. منفی نماد قرینه است. تمام جملات این عبارت رو باید قرینه کنم. خوب دقت کنید، باز تاکید میکنم وقتی قرینه میکنید تمام جملات، اینم قرینه میشه میشه مثبت 6 x، اینم قرینه میشه میشه منفی 5 مساوی 0. مخرجم خودشو مینویسم، x منهای 5 در x به علاوه 4. خب حالا دیگه شد آب خوردن، کاری نداره دوستان عزیز. دوستان عزیز الان ببینید، ما توی نیروهای نظامی هر کی درجهش بالاتر باشه احترامش بیشتر. تو عبارت‌های جبری هم اونی که درجهش بیشتر باشه احترامش واجب‌تر، اول اونو باید بنویسیم. خب درجه چیه؟ توان x. یعنی اگر x خالی داریم x به توان داریم، x اولویت با x به توان داریم. اگه x به توان 3 داشتیم اولویت با x به توان 3. پس به ترتیب درجه ساده می‌کنیم که دچار اشتباه نشیم. ببینید این منفی x به توان 2 با مثبت x به توان 2 ساده میشه. فقط چی میمونه برامون؟ یه دونه x به توان 2. مثبت 2x با منفی 6x میشه منفی 4x. با مثبت 6x یه کار دیگه هم میتونستید بکنید، بگید این دوتا رو ساده میکنم میشه 2x. اون کاری هم که کردیم فرق میکرد، 2x با منفی 6x میشه منفی 4x، با مثبت 6x باز میشه مثبت 2x. حالا میریم سراغ عددا. منفی 5 با مثبت 5 قرینه است، ساده میشه. چی میمونه؟ منفی 8. مخرجم خودشو می‌نویسیم، x منهای 5 در x برابر 4 مساوی چی؟ 0. قبلا گفتیم وقتی یک کسری 0 بشه حتما صورت کسر 0 بوده. پس از این نتیجه می‌گیریم که x به توان 2 برابر 2 x منهای 8 باید چی باشه؟ 0 باشه. حالا این معادله شد یه معادله درجه 2. حل معادله درجه 2 رو به سه شکل بلدیم. حالا این ببینیم تجزیه میشه یا نه، تجزیهش میکنیم. اگه تجزیه شد اتحاد جمله مشترک، ببینیم جمله مشترک رو اگر x در نظر بگیریم آیا دو تا عدد میتونیم پیدا کنیم که جمعش بشه 2 ضربشون بشه منفی 8؟ بله، مثبت 4 و منفی 2 جمعشون میشه مثبت 2، ضربشون هم میشه منفی 8. پس با اتحاد جمله مشترک راحت این عبارت رو تجزیه کردیم. خب حالا ضرب این دو تا عبارت شده 0. چی میتونیم بگیم؟ یا x به علاوه 4 0 بوده یا x منهای 2 0 بوده. x به علاوه 4 بخواد بشه 0، x میشه منفی 4. چرا؟ 4 این برای معادله میرون باید میشه منفی 4. x به علاوه 2 بخواد بشه 0، x میشه مثبت 2. منفی 2 رو ببریم باید میشه مثبت 2. آیا جوابی که در موردیم جفتش قابل قبوله؟ ما جوابایی رو قبول میکنیم که مخرج کسر رو صفر نکنیم. الان نگاه کنیم اگر به جای x دو بذاریم مخرج کسر رو صفر نمیشه، تو دامنه هم هست. ولی منفی 4 رو بذاریم این مخرج رو صفر میکنه. منفی 4 به اضافه 4 میشه 0، دفتره میشه 0. پس منفی 4 غیر قابل قبوله، 2 قابل قبوله. پس جوابمون فقط یه دونه است، اونم x مساوی 2. دوستان دو تا نمونه سوال دیگه حل میکنیم از کار در کلاس های کتابتون. خوب دقت کنید، 1 به علاوه 8 به روی x دو مساوی 4x. خب دوستان ببینید، ما زیرش ننویسیم، عادت کنیم جلوش بنویسیم. این 4x رو میبریم اون طرف معادله، میشه 1 به علاوه 8 به روی x به توان 2 منهای 4x مساوی 0. خب مخرج مشترک اینا، این مخرجش 1، این x به توان 2، این x.
خب میشه خود x به توان 2. پس چی می‌نویسیم؟ در نتیجه مخرج تمام اینا رو می‌ذاریم x به توان 2. می‌خوایم مخرج همه بشه x به توان 2. یک بعد ضرب در چی بشه؟ بشه x به توان 2. ضرب در خود x به توان 2. پس صورتش هم ضرب در x به توان 2 می‌کنیم میشه x به توان 2. اصلا x به توان 2 تقسیم بر x به توان 2 میشه 1. خب این مخرج خودش نوشته شده x به توان 2. خود 8 رو می‌نویسیم یا ضرب در 1 شده، اینم ضرب در 1 میشه. x ضرب در چی شده؟ شده x به توان 2. این x ضرب در یه x خالی شده، پس صورتش هم ضرب در x میکنیم. این ضرب در 1 شده بود، اینم ضرب در 1 میکنیم. این ضرب در x به توان 2 شده بود، اینم ضرب در x به توان 2 میکنیم. پس این میشه 4x. اینجاشه که متوجه بشید حل دیگه. خب دوستان ببینید مخرج همه این هم شد. اصطلاح میگه مخرج مشترک گرفتیم. یکی از مخرج ها رو مینویسیم. خب صورت ها رو با هم جمع میکنیم. میشه x به توان 2 به اضافه 8 منهای 4x مساوی 0. گفتیم زمانی یک کسر میشه 0 که صورت کسر بشه 0. خب من چه نتیجه ای میگیرم؟ میگم که x به توان 2 منهای 4x به علاوه 8 خودش باید بشه 0. گفتیم به ترتیب درجه می نویسیم دیگه، 4x هم میاریم این ور 8 و اون ور معادله که نبردیم، مرتب نوشتیم. خب این معادله درجه 2 شد، معادله درجه 2 حلش رو بلدیم دیگه. پس ببینید مخرجا برابر بود، یکیش رو نوشتم، صورت ها رو با هم جمع و تفریق کردم، گفتم صورت کسر باید بشه 0 که حاصل این عبارتمون، حاصل این عبارت بخواد بشه 0 بعد صورتش بشه 0، یعنی این بشه 0، مخرج مهم نیست. خب این معادله درجه 2 رو چجور حل کنم؟ با دلتا. دلتا برابر است با ب به توان 2 میشه 16 منهای 4 ضرب در 1 ضرب در 8 که میشه 16 منهای 32 میشه منفی 16. دلتا منفی شد. نگاه میکنم ببینم علامتامو درست گذاشتم. این آمون یکه، سیمون هم هشته. خب درسته، علامتام هم درست حساب کردم، منفی شده، اشکال نداره. وقتی دلتا منفی بشه میگیم ریشه ندارد، پس این عبارت ریشه حقیقی نداره، یعنی این معادله جواب نداره. بریم قسمت برم سریع بهتون بگیم. دوستان اینو از این طرف معادله میاریم این طرف، میشه x منهای 2 به روی x منهای 4 منهای x به علاوه 1 به روی x به علاوه 3 مساوی 0. پس من این عبارت رو از این طرف آوردم این ور، علامتش منفی شد. اینا دوتا کسرن دیگه، منتها اون کسرایی که از دوره ابتدایی خوندیم صورت مخرجش فقط یه عدد بود، اینجا یه عبارت جبریه. به خاطر همین بهش میگیم عبارت‌های گویا. مخرج مشترک این دوتا، در نتیجه مخرج مشترک میخوام بگیرم دوتا خطی که بذارید اصلا زیرش بنویسم که جا بشه اونجا. من همین کس رو میام اینجا مینویسم، این کس رو یه خورده بزرگتر مینویسم، اینم یه خورده بزرگتر مساوی 0. اینا رو تو پرانتز میذارم، اینا رو هم تو پرانتز میذارم، اشکال نداره که. خب ضرب این دوتا میشه مخرج مشترک، یعنی x منهای 4 در x به علاوه 3. این هم همون بعد بشه x منهای 4 در x به علاوه 3. ضرب این دوتا میشه مخرج مشترکمون. پس میخوام این عبارت شبیه این بشه، یه کسری مساوی این اینجا بنویسیم. نگاه میکنیم مخرج در x به علاوه 3 ضرب شده، پس صورتش هم باید در x به علاوه 3 چه کار کنیم؟ ضرب کنیم. پس میشه x منهای 2 در x به علاوه 3. مخرج اینو با این نگاه میکنیم، این در x منهای 4 ضرب شده،
پس صورتش هم باید در x منهای 4 ضرب بشه. پس میشه x به علاوه 1 در x منهای 4. پس خوب دقت کنید، مخرج این x منهای 4 بود در x به علاوه 3 ضرب شد، صورتش هم در x به علاوه 3 ضرب شد. مخرج این x به علاوه 3 بود در x منهای 4 ضرب شد، پس صورتش هم در x منهای 4 ضرب میشه. خب حالا بقیهش کاری نداره دیگه، حساب کتاب کردنه. من اینا رو پاک کنم خلوت چه، سوال قبلی رو که حل کردیم دیدید. خب دوستان ببینید، من اینو میارم اینجا مینویسم. این چه اتحادیه؟ حالا نخواستید میتونید اول یه خط کسی بذارید که اشتباه نکنید، چون اون علامت منها رو خیلی اشتباه میکنن، ما میگیم این کارو بکنید بهتر. ما یه خط کسی میذاریم، x منهای 4 در x به علاوه 3 رو مینویسیم. به جای اینکه دوتا مخرج بذاریم یه دونه میذاریم. عبارت ها هم این بالا مینویسیم. مینویسیم چی؟ x منهای 2 در x به علاوه 3 منهای x به علاوه 1 در x منهای 4 مساوی 0. خب دوستان نگاه کنید، بعدن که حرفه‌ای بشید این منفیه کارتون رو خراب نکنه، میتونید این کار رو با سرعت بیشتر چند تا قدم برید جلوتر، اما الان این کار رو بکنید که مبتدی هستید بهتره. پس به جای دو تا خط کسی یه خط کسی میذاریم، صورت ها رو میخواییم با هم جمع و تفریق کنیم، حساب کتاب کنیم. این چه اتحادیه؟ اتحاد یک جمله مشترک. مخرج رو که خودش رو مینویسم، x منهای 4 در x به علاوه 3 مساوی 0. صورت رو میخواییم حساب کنم، جمله مشترک به توان 2، غیر مشترک ها رو جمع میکنیم میشه یک، ضرب در x میکنیم میشه یک x یا x، یکشو بذارید نذارید فرق نمیکنه. غیر مشترک ها رو ضرب میکنیم میشه منفی 6. حالا منهای حق ندارید الان پرانتز رو بردارید، چون منها مال کل عبارته. پس اینو با اتحاد حساب میکنیم میشه x به توان 2. غیر مشترک ها رو جمع میکنیم میشه منفی 3 در مشترک ضرب میکنیم، آخرم غیر مشترک ها رو ضرب میکنیم. خب حالا میخوام اینو حساب کنیم بچه ها. x منهای 4 در x به علاوه 3 رو خودشو مینویسم مساوی 0. اینو خودشو مینویسم x به توان 2 به علاوه x منهای 6. منفی نماد قرینه است، کل عبارت رو قرینه میکنم، یادتون نره همش باید قرینه شه. بعضیا x به توان 2 رو قرینه میکنن، اینو یادشون میره خوابشون میبره. پس همه رو قرینه کردم، حالا نگاه کنید چه اتفاقی میفته. این با این قرینه است رفت، یه مثبت 1x اینجا دارم، یه مثبت 3x اینجا، میشه چی؟ مثبت 4x. یه منفی 6 اینجا دارم، یه مثبت 4 اینجا، میشه منفی 2 به روی x منهای 4 در x به علاوه 3 مساوی 0. تازه رسیدیم به یه کسری که شده 0. زمانی این کسر میشه 0 که صورتش 0 باشه. صورتش چیه؟ 4x منهای 2 باید بشه 0. خب این معادله رو حل میکنیم، 4x مساوی 2 میره اونور میشه مثبت 2، x میشه 2 تقسیم بر 4 که سادش کنیم میشه 1/2. حالا باید ببینیم تازه این جوابی که در آوردیم تو دامنه عبارتمون هست یا نیست. ببینیم مخرج کسرمون رو صفر میکنه یا نه. اگه x رو 1/2 بذاریم مخرج کسر رو صفر نمیکنه. چه عددی مخرج رو صفر میکنه؟ یکی خود 4، یکی منفی 3. یعنی این جوابش میشه منفی 3، اینو صفر بذارید میشه 4. فقط عدد 4 و منفی 3 رو نمیپذیریم، بقیه هر عددی شد میپذیریم. x شده 1/2 پس قابل قبوله.
یعنی این معادله ما جوابش شد 1/2. پس یه بار دیگه میگم توی معادلاتی که دارای عبارت‌های گویاست، اول مخرج مشترک، همه رو جمع می‌کنیم یه طرف، بین کسر و مخرج مشترک می‌گیریم، ساده می‌کنیم با کمک اتحاد و عبارت جبری و روابطی که خوندیم، آخر به یه کسر می‌رسیم. اون کسر زمانی صفر میشه که صورتش صفر باشه. صورت چون مساوی صفر قرار میدیم، حالا یا معادله درجه 1 میشه یا درجه 2. با حل معادله ریشه به دست میاد. ریشه که به دست اومد، میایم میبینیم مخرج رو صفر میکنه یا نه. اگه مخرج رو صفر نکرد قابل قبوله، اگه مخرج کسر ما رو صفر کرد قابل قبول نیست. انشالله همیشه موفق و پیروز باشید.